فراخان قاضی القضات دکتر تیسیر تمیمی به مداخله دبیر کل ملل متحد و دبیر کل اتحادیه عرب برای آزادی گروگانها و تأمین حفاظت مجاهدان لیبرتی با اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل. حکومت عراق را به آزاد کردن 7 گروگان روبوده شده از اشرف وادار کنید و به اعتصاب قضای صدها تن در لیبرتی و دیگر کشورهای جهان پایان دهید. قاضی القضات دکتر تیسیر تمیمی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و حقوق بشر قدس، همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای جامعه جهانی را به دخالت برای تأمین حفاظت ساکنان لیبرتی فراخواند. در فراخوان دکتر تمیمی آمده است: اعتراف مشاور امنیت ملی مالکی به ارتکاب جنایت در اشرف تایید می‌کند. این مالکی است که 7 گروگان روبوده شده از اشرف شامل 6 زن را نگه داشته است. به ویژه کمیسر عالی پناهندگان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به وجود دلایلی مبنی بر اینکه گروگان‌های روبوده شده در عراق هستند اشاره کردند. ساکنان غیر مسلح و بی‌دفاع به موجب کنوانسیون‌ها و میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو حفاظت شده هستند. آمریکا و سازمان ملل مسئول امنیت و سلامت این ساکنان هستند و به آنان تعهد حفاظت داده بودند. ضروری است دبیر کل سازمان ملل متحد نیروهای بین‌المللی حافظ صلح را برای تأمین حفاظت ساکنان به لیبرتی اعزام کند. مجمع عمومی سازمان ملل و دبیر کل اتحادیه عرب را به انجام وظیفه تاریخیشان با ایستادن در کنار مجاهدان لیبرتی فرا می‌خوانم و از آنها می‌خواهم حکومت عراق را به آزادی 7 گروگان روبوده شده از اشرف وادار کنند و بدین وسیله به اعتصاب قضایی که صدها تن از افراد در لیبرتی و دیگر کشورهای جهان از اول ماه سپتامبر شروع کردند پایان دهند. فراخوان انیسه بن آمور، وزیر و سناتور پیشین الجزایر به سازمان ملل برای تأمین حفاظت مجاهدان لیبرتی. محکومیت بیعملی در قبال جنایت علیه بشریت. بیعملی جامعه بین المللی در قبال قتل عام وحشیانه 52 تن از مخالفان ایرانی در عراق شرم‌آور است. نقض فاحش حقوق بشر در عراق با سکوت حیرت انگیز جامعه بین المللی جریان دارد. سازمان ملل با همه اختیاراتی که به آن داده شده چه کار می کند؟ قدرتش برای دخالت کردن کجاست؟ ما از سازمان ملل می خواهیم با مداخله خود و تأمین امنیت ساکنان لیبرتی اجازه ندهد زنان و مردان در کمپ لیبرتی در معرض تهدید مزدوران عراقی فرستاده شده توسط رژیم ایران قرار بگیرند. ملل متحد باید مانع اعدام‌های وحشیانه و روزانه در ایران شود. دیگر نباید اجازه داد مدافعان حقوق بشر را تروریست بنامند در حالی که آنها حامیان آزادی و دموکراسی هستند. ملاهای حاکم بر ایران که به نام اسلام برای گسترش سلطه خود دست به جنایت میزنند باید افشا شوند و نباید اجازه داد بدون مجازات به جنایات خود ادامه دهند.